در این ویدیو قصد دارم ده شخصیت معروف رو بهتون معرفی کنم که کچلی بیشتر بهشون میاد. با تماشای این ویدیو خواهید دید که مو داشتن یا نداشتن مسئله این نیست. مسئله اینه که از چه روشی استفاده خواهید کرد تا مخاطب عاشقتون بشه. تا آخر ویدیو با فارسیکو همراه باشین و ویدیوهای پلیلیست های پربازدیدشو از دست ندین. ده سلبریتی که کچلی بیشتر بهشون میاد. شماره یک بروس ویلیس. بروس ویلیس الان 54 ساله است و قبل از 30 سالگی فرایند کچلی شروع شده یکی از عوامل مؤثر بر موفقیت هایی که تالا به دست آورده همین کچلی و حالت چهرهشه جان مکلین جان سخت رو بامو و بیمو تصور کنیم شماره دو وین جانسون یا همون راک که 49 سالشه کلا عکس دوران موداری زیادی ازش وجود نداره و زمانی که وارد درزای بازیگری شده کچل بوده فیلم های زیادی بازی نمیکنه ولی وقتی بازی میکنه فیلم پرفروش میشه راک مو داشته باشه ابهتش میریزه شماره سه جیسون استتهام 54 سالشه و عین راک فیلمایی که با مو بازی کرده باشه خیلی کمه قیافش جوری نیست که اگه توی خیابون برای بار اول میدیدی خوشت بیاد و اگه اکتور سینما نبود اینقدر عذاب دیده نمیشد همین عامل زیاد دیده شدن نکتهایه که برای دل بردن از دختر مغرور مورد علاقه خیلی به کار میاد شماره چهار وین دیزل پنجا و چهار ساله هنر ای که با سری فیلم های سریع و خشن دیده شد تراشیدن کله خشنتر نشونش میده و خوراک بازی در فیلم های اکشن میشه شماره پنج پاتریک استوارت هشتاد و یک ساله پروفسور خاویر مردان ایکس بازیگری قدیمی که فیلم های زیادی با مو هم بازی کرده اما نسل ما بیشتر با کچلیش در ایکس من میشناسنش در نقش پروفسوری فلج با قدرت های ذهنی عجیب بامو بیمو در هر دو حالت خوشگل بوده در نقش بانوی پیر هم بد نیست خوب چیزیه شماره 6 لورنس فیشبورن 60 ساله بازیگر فیلم های زیادی از جمله ماتریکس بوده با اینکه در حالت مودار هم قیافش خوبه اما وقتی تاسه جذابتر به نظر میرسه در حالت کچلی گنگ از سر و روش میباره شماره 7 جان تراولتا 68 ساله هم از شخصیتایی که هم با هم کچل چهره خوبی داره مونتا در حالت کچلی خشانت بیشتری رو میتونه توی فیلمایی که بازی میکنه انتقال بده اصلا مگه گنگستر هم مودار میشه افراد با کچل کردن در نظر مخاطب گندهتر و سمبالاتر به نظر میرسن عین ریش که هرچی پرپشتر بذاری سن تو بیشتر نشون میده شماره 8 وودی هارلسون 60 ساله بازیگر فیلمای زامبی لند و ونوم در حالت موداشتنش خوشگل بوده ولی در ورژن کچل خنده به نظر میرسه به خاطر همین برای بازی در فیلم های با تم کمدی مناسبتره و هم یکی از آپشن های مخزنی یعنی خندوندن دختر مورد علاقه رو با افزایش سن و تغییر چهرش اتومات به دست آورده یعنی چهرش با کچل شدن شادتر به نظر میرسه شماره 9 جان مالکوویچ 68 ساله که پیری شبیه جوونی های جیم و اوایل که میدیدمش فکر میکردم جیمکری دوباره به بازیگری برگشته کاراکتریه که من و شما بازیهاش با کله مودارش رو نمیتونیم به یاد بیاریم و کلا تاس میشناسیمش ایشون هم یه کل سکسی دیگه است که کچلیش برای فیلمسازها و مخاطبین سینما جذابتر بوده شماره ده شون کانری فقید بازیگر معروف دو سفر هفت که در 90 سالگی درگذشت در دوره مدار بودنش که خب دختر کش بود بعدش هم که تاس شده بود باز دخترا کشته مردش بودن سرگذشت شان کانری نشون میده جذبه که داشته باشی کچل یا مودار بودنت فرقی نداره و نتیجه هر دوش یکیه فقط کافی اینو یه بازیگر چی بیشتر جلوی چشم مخاطب خاصت باشی تا خودش اتومات جذابیتاتو رو کشف کنه این ویدیو رو به رفقای کچلتون هدیه بدید